ماجرای خانواده‌ای که دخترشون رو تومه اخاذی کردن. هفته گذشته حرکات مارپیچ و عجیب یک خودرو هیوندا توجه ماموران گشت پلیس در یکی از اتوبان‌های غرب تهران رو به خود جلب کرد. به همین دلیل ماموران آنها را زیر نظر گرفتند و دیدند داخل خودرو بجز راننده دو زن حضور دارند. یکی از دو زن با راننده درگیر بود و همین موضوع باعث شده بود راننده میانسال تعادلش رو از دست بده و خودرو حرکات عجیبی داشته باشه. نهایتاً خودروی مربوطه توقف کرد و راننده خودش رو به پلیس رسوند تا اتفاق عجیبی که براش افتاده رو توضیح بده. چند ساعت قبل در شمال شهر این زن جوان رو دیدم که کنار خیابون منتظر ماشین هست. اونو سوار کردم و اون خودش رو شهلا معرفی کرد و در مسیر متوجه شدم خونش در غرب تهرانه. اون رو به خونش رسوندم. پس از رسیدن به در خونه او برای قدردانی از این که اون رو رسوندم از من خواست دعوتش رو قبول کنم و داخل برم. هرچی تشکر کردم فایده نداشت و اصرارهای اون باعث شد وارد خونش بشم. اما به محض ورود مرد جوان و زن میانسالی از یکی از اتاقها بیرون اومدند. اون موقع بود که فهمیدم کاسه زیر نیم کاسه است. توی یه لحظه و بدون اینکه بتونن واکنشی نشون بدن از اونجا فرار کردم. اما زن جوان و زن میانسال دنبالم اومدن و سوار ماشین شدن. اونا سعی داشتن من رو با تهدید و زور به خونه برگردونن. با توجه به اظهارات مرد میانسال دو زن بازداشت شدند و در بررسی‌ها مشخص شد دو زن دختر و مادر هستند. در حالی که تحقیقات از این دو زن ادامه داشت، مرد پورشه سواری به دادسرای جنایی تهران رفت و شکایت تقریبا مشابهی را مطرح کرد. مدتی قبل از خیابون خلوتی عبور می‌کردم که زن جوونی رو در کنار خیابون منتظر ماشین دیدم. اون رو مقابل خونش رسوندم، اما شهلا اصرار کرد که به خونش برم. من هم به دعوت او وارد آپارتمانش شدم. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که مرد جوان و زن میانسالی از یکی از اتاق‌ها بیرون اومدن. اونها با تهدید دست و پام رو بستن و تصاویر مستهجن از من گرفتن. بعد کارت آبربانکم رو گرفتند و دو زن با 20 میلیون تومان که در حسابم بود سکه و طلا خریدن. بعد از خرید منو آزاد و تهدید کردند اگر در این باره حرفی بزنم فیلم ها رو منتشر میکنن و آبروم میره. در ادامه مرد پورشه سوار مادر و دختر رو شناسایی کرد. آنها نیز در بازجویی ها گفتند مرد جوانی که با آنها همکاری میکرد تا مردان رو گروگان بگیرند و از اونها فیلم تهیه کنند برادر شهل است. همچنین دو زن اعتراف کردند انجام این کارها پیشنهاد مادر 50 ساله خانواده و پسرش بوده و آنها از 5 راننده خودروی مدل بالا به همین شیوه مبالغ زیادی را اخاذی کردند. در حال حاضر تحقیقات برای شناسایی دیگر شکات احتمالی این خانواده 3 نفره ادامه دارد. آنلاین در لحظه برو پوری.